اسکناس صد هم بدبیاری آوردیم دیوار طرف قبله تنها اتاق نشیمن و خوبمون حسابی سینه داده بود و ترک گنده و ناجوری داشت هر کی به ما سر میزد تا نگاش به اون میافتاد فوری ته دلش خالی میشد و فکر میکرد الانه که یک خوب پروپه دیوار از زیر در بره و سقف چوبی سنگین اتاق قشنگ بخواب رو هممون و تا کسی بیاد و خبر بشه قزل خداحافظی رو بخونیم بیچاره هر قلوب چای که میخورد از زیر چشم نگران و وحشت زده دیوار و سقف رو میپایید و چنون ترس ورش میداشت که قند شیرین گوشه لپش زغنبوت میشد و میگفت فکری به حال این دیوار بکنین خیلی خطرناکه و بعد پشیمون از سر زدن به ما سود خودش رو جمع و جور میکرد استکان چای نیم خوردش رو میگذاشت و در میرفت من و بیبی بی هم می دونستیم که دیوارا دهن باز کرده و اگه خراب بشه کلک جفتمون کنده است ولی چاره ای نداشتیم پول و پله ای تو دست و بالمون نبود تا رو به راهش کنیم به قضا و بلای الهی تن داده بودیم هر وقت هوا ابر می شد آسمون قرنبه می اومد و نمه بارونی می گرفت رنگ از صورت بیبی بی می پرید به آسمون چشم می دوخت و می گفت خدایا خودت رحم کن عمر من دیگه گذشته این بچه هنوز دل به آرزوه به هر حال می سوختیم و می ساختیم تا اینکه ناخوشی بیبی قوز بالا قوز شد خدا بیاموز یک خو زد و حدود 20 روز تو رخت خواب یک کله افتاد و آه و ناله کرد کار خونه و بیرون جفت و جور کردن دوا و درمون و از سروا کردن ایادت کنندگان افتاد گردن من چند تا از قوم و خیشا هم تو ده خبر شدن که حال بیبی بی خوش نیست ایال و اطفال و ایل و تبار رو برداشتن و راهی شهر شدن که هم گردشی بکنن هم حال بیبی رو بپرسن کفگیر حسابی به ته دیک خورده بود پس افت بیبی ته کشیده بود و من افتاده بودم به قرض و غوله از دکون مشست الله بقال سر کوچه اونقدر رفتم در دکونش گردن کچ کردم و ازش پول دستی و خورده ریزنسی گرفتم تا طاقتش تاق شد و گفت به بیبی بگو حسابتون بالا رفته و چند روز بعد که رفتم قند و چای و فیتیلی چراغ بخرم اخماش رو کشید تو هم خجالت رو بوسید و گذاشت کنار و رو لند کرد که مجید این دفعه آخره که بهت نسیه میدم بعد از این برو جای دیگه خرید کن فهمیدی؟ یه راست اومدم خونه و قضیه رو صاف به بیبی گفتم تازه از رخت خواب بیماری پا شده بود بنا کرد به لرزیدن رنگش شد سفید عین ماس هر ریشگاش ریخت نشست بغل دیوار و گفت آدم بمیره بهتر از این زندگیه و آبگوره مفصلی گرفت بیچار عادت به نسیه خوری و شنیدن لنترانی از این و اون نداشت دلش بدجوری شکسته بود که یکی و غروب قروب از اونجایی که خدا میخواست دری به تخته خورد و کاغذ دایی اومد پس از دعا و سلام و احوال پرسی نوشته بود که بیبیه بهتر از جانم انشالله اگر خدا بخواهد تا ده پانزده روز دیگر خدمت میرسم و دیداری تازه میکنیم کاغذ دایی که اومد گل از گلمون شکفت و بیبی بی رو کرد به درگاه خدا و گفت قربونت برم که نمیذاری بنده روسیات در بمونه دایی که میومد زیر بالمون رو میگرفت همیشه همینجور بود با اینکه خودش نوکر دولت بود و ما ای سن رو سه شایی میگرفت و زن و چهار تا بچه و زاق و زوق و هزار جور گرفتاری داشت با این حال نمیذاش در بمونیم الهی نور به قبرش بباره هیچ وقت از فکر ما غافل نمیشد چه خودش میومد چه کاغذش در حق ما کوتاهی نمیکرد از سفیدی نمک تا سیاهی زغال جورمونو میکشید دستش همیشه پر بود علاوه بر سر و سوقات و رخت و لباس از نظر پول و پله هم لطفش کم نبود به ما میرسید وقتی خبردار شدیم که همین روسا سر و کله دایی پیدا میشه افتادیم به تدارک برای مهمون عزیز بیبی بی سماور روسی قدیمی گنده ای داشت که هر جا میخواستن روزه بخونن یا عروسی بود می اومدن و میبردنش چند نفرم دندون تیز کرده بودن که اونو از چنگش در بیارن اما بیبی بی سماور آبا و اجدادیش رو از جونش بیشتر دوست داشت و به همهشون جواب سربالا داده بود ظهر که از مدرسه اومدم دیدم عمله و بنا آورده تا دیوار اتاق رو برا کنن پرسیدم بیبی بی پول از کجا آوردی؟ سر تکون داد و لبخند تلخی زد و گفت سماور رو فروختم مفت دایی رو نمیشد تو اتاق با اون دیوار هولناک آورد اتاق رو برا شد روزهای بعد برای دایی تدارک خورد و خوراک دیدیم بیبی بی رفت پیش زن حاج ماشالله رو انداخت و سی تومن قرض کرد سی تومن رو بردیم بازار قند چایی، شکر آرد و سایر سور و خریدیم و آوردیم خونه بیبی بی, بی رو نون کرد که به دایی نون خونگی بدیم و کلوچه و کماچ بخت خلاصه برای پذیرایی از اون سنگ تموم گذاشتیم به خاطر پول و این حرفا نبود حقیقتش از مهمون خوشمون میومد مخصوصا اگه مهمونی مثل دایی بود اومدن یه آدم تازه به خونمون زندگیمون رو از این رو به اون رو میکرد و از یک نواختی و بیرنگی در می آورد. از تنهایی در می اومدیم. روزی که دایی با چمدون و بار و بندیلش خسته و کوفته و خاکالود اومد بغلش کردیم و هرسمون، من بیبی بی و دایی از خوشحالی حق و حق زدیم زیر گریه من نشستم و کفشاشو پاک کردم و خاکای لباسشو تکوندم و بیبی بی شربت بی بی شربت سکنجبین آورد. دایی سوقات و شیرینی برامون آورده بود نتونستم زیاد پهلوش بشینم خوشحالی بزرگتر از تن و قلبم بود میخواستم بریزمش بیرون پریدم رو چرخ و زدم به کوچه و خیابون و تند و تند رکاب میزدم و ویراج میرفتم و خیال میکردم همه بچه های شهر داییشون از سفر اومده و باید خوشحال باشند. اگه کسی خوشحال نبود و سگرمه هاش تو هم بود تعجب میکردم دایی یک هفته پیش ما موند بیبی بی یک پاش تو آشپزخونه بود و یک پاش تو اتاق هی hey, چیزای جور و جور میپخت و میگذاش جلوش سی تومن که از زن حاج ماشالله گرفته بود ته کشیده بود و از همسایه هم ده تومنی دستی گرفته بود به حساب اینکه دایی موقع رفتن دست میکنه تو جیبش و چاله چوله قرصا پر میشه دایی همیشه موقع رفتن پول میداد آینه و قرآن رو که بالای سرش میگرفتیم دست میکرد تو جیبش و چند تا اسکناس در میورد و میگذاش زیر آینه و بیبی بی, بی میگفت خدا عمرت بده الهی دست به خاکستر بزنی برات جواهر بشه تو اون یه ای که دایی مهمونمون بود شبا کمتر میخوابیدیم تا نصف شب مینشستیم و حرف میزدیم بیبی درد و دل می کرد من بلبل بل زبونی میکردم و براش انشا و داستانامو خوندم و اون از کار و زن و بچهاش حرف میزد سیگار دود میکرد و تخمه و چایی میخورد نمیخواستیم بخوابه میخواستیم بیشتر ببینیمش صبح هم کله سر بلند می و در تهیه تدارک ناشتایی بودیم هر صبح چیز تازه جلوش می و هرگز از خالی بودن دست و بالمون جلوش حرفی نمیزدیم. بیبی بی بی می گفت اگه از این حرفو بزنیم ناراحت میشه و قضا به دلش نمی چسبه خودش از وضعمون خبر داره صبر کن ایشالله موقع رفتن از خجالتمون در میاد از روزی که دایی اومد آنی تنهاش نگذاشتم مدام دور برش میپلکیدم اجازه نمیدادم دست به سیاه و سفید بزنه مرتب آفتابش رو براش آب میکردم و اگه جایی میرفت که لازم بود حتما تنها باشه تو حیات قدم میزدم تا بیرون بیاد دنبالش را بیفتم و روی دستش آب بریزم حتی موقعی که خواب بود بیدار میموندم روبروش میشستم و به چشمای بسته موهای جوگندمی صورت پخته و بیخواب رفتش رو نگاه میکردم حتم می داشتم موقعی رفتن جدایی از بیبی بی منو هم شرمنده میکنه و یواشکی دو تومن میذاره تو مشتم از شما چه پنهون با همه علاقه که به اون داشتم شب و روز انتظار میکشیدم تا زودتر بار و بندیلشو ببنده و ماجرای شیرین گرفتن پول و پله اتفاق بیفته بالاخره انتظار پایان یافت و آن روز کذایی اومد روزی که دایی رفت بازار برای زن و بچه هاش سوقات خرید و چمدونشو بست بیبی بهش بی بی سرراهی داد و آینه و قرآن درست کرد نمیدونستم خوشحال باشم یا غمگین دایی میرفت و تا ها پیداش نمیشد و دلم میسوخت و از طرفی لحظه شاد گرفتن اسکناس فرا رسیده بود بیبی بی گریه کرد و بالا سر دایی آینه و قرآن گرفت دایی قرآن و بوسید و تو آینه نگاه کرد چند قلوب آبم خورد چشمم به دستش بود و کله میکشیدم و با چشمای پر از اشک تو سینی و نگاه میکردم درست قدم نمیرسید که تو سینی رو خوب ببینم اما دستش رو خوب می دیدم. دستش تو جیبش نرفت. فکر کردم که دایی تو یه چشم هم زدن ترتیب پول داده و اشک امون نداده که اون لحظه رو ببینم. بی بی سینی رو داد دست من. صورتش رو نگاه کردم. داشت عشقاش رو پاک می کرد. نتونستم حالت صورتش رو ببینم و حدس بزنم که چه اتفاقی افتاده. دایی خداحافظی کرد. همون جور که زیر آینه رو نگاه می کردم آهسته به بیبی بی گفتم پول پول چی شد؟ گفت لابد یادش رفت بریم تو گاراش فوری سینی رو گذاشتم تو اتاق پریدم تو کوچه و چمدون رو از دایی گرفتم بیبی بی هم چادرش انداخ سرش رو دنبالمون دوید هر دایی گفت شما نیاین خودم میرم قبول نکردیم و دنبالش رفتیم بین راه چند بار خواستم از این در و اون در حرف بزنم و قضیه بی پولی رو پیش بکشم که بیبی بی, بی با چشم و ابرو اشاره کرد که نه خوب نیست بعد شانسیمون گل کرد و دیر رسیدیم آفتاب رفته بود وقتی رسیدیم که اتوبوس از گاراژ آمده بود بیرون مسافراش رو سوار کرده بود و داشت بوغ میزد دایی با دست پاچگی چمدون رو از دست من گرفت و داد به شاگرد راننده که ترتیبشو بده بعد دست انداخت کردن بیبی و های های گریه کردن منم دویدم و کمر دایی رو بغل گرفتم و بغزم ترکید قدم به قد دایی نمیرسید تو این گیرودار یهو یه ها راننده صداش انداخت تو گلوش که زودتر سوارشین را افتادیم دایی بیبی بی و ول کرد و چسبید به من و منو بوسید داشتیم پاک ناامید می شدیم که دایی میون هول و ولای سوار شدن و اشک و آه و دعا و سلام دست کرد تو جیبش و یه اسکناس پشکلی در آورد و لوله کرد و یواش گذاشت تو دست بیبی بی. صدام رو بلند کردم که دایی جان به سلامت تا رسیدی کاغذی از سلامتی خودت بده دایی فرصت جواب دادن نداشت از پله اتوبوس رفت بالا و نشست روی صندلی بغل شیشه دست زدم به شیشه و لبخند زدم که دایی شیشه رو عقب زد دست دراز کرد و یک تومن گذاشت و مشتم اتوبوس را افتاد و زوزه کشید و رفت من و بیبی اشکمون رو پاک کردیم و راهی خونه شدیم بیبی بی خوشحال بود ازش پرسیدم بیبی دایی چند اداد؟ داد گفت صد تومن گفتم حسابی پولدار شدی گفت اگه اون همه قرض نداشتیم خوب بود بین را قرضامون رو حساب کردیم با پولی که به مش استولا به دکار بودیم روی هم هفتاد و چار تومن میشد بیست و شیش تومن تا حساب میموند اسکناس یک تومنی و تو چنگم گرفته بودم هی hey, از این جیب در میوردم و میتپوندم تو اون جیبم و باز درش میبردم و نگاهش میکردم که یه وقت گم و گور نشه پا به پای بیبی میرفتم و بفهمی نفهمی دلخور بودم دایی بیشتر از این توقع داشتم اما به روی خودم نیاوردم به بیبی گفتم میشه اسکناس صد تومانیو ببینم گفت دیدن نداره یه وقت از دستت میفته و باد میبرتش تو تاریکی چجوری پیداش کنیم و خودش زیر چادر تو تاریک روشن غروب اسکناس رو نگاه کرد رفتیم تا رسیدیم به دکون مشست الله هوا حسابی تاریک شده بود بیبی بی پاس کرد و گفت اینو بگیر و بده مشست الله و بگو پولتو وردار و بقیهشم بده بهش بگو دیدی که مال مردم خور نیستین و اسکناس رو داد دست من و خودش اون طرف کوچه ایستاد جلو نیومد تا چشمش به چشم مشست الله نیفته باش قهر بود دم دکون که رسیدم دیدم خود مشستولا نیست و پسر بزرگش محمود داره مشتریا رو را میندازه میخواستم جلوی نور زرد و کمرنگ لامپا اسکناس رو نگاه کنم که محمود گفت کاری داشتی مجید بابام گفته تا پولتون رو نیاریم بهتون جنس ندم اوقاتم تلخ شد فوری اسکناس رو بهش دادم و گفتم اینو بده بابات بگو بعدم میایم حسابمون رو میکنیم برگشتم پیش بیبی بی و داستان و گفتم بیبی بی در اومد که برو بهش بگو پولتون رو گرفتین امشب راحت بخوابین مطلع که بیبی رو به گوش پسر مشستولا رسوندم و رفتیم خونه روز بعد اول صبح بیبی بی گفت برو پیش مشستولا و بگو دیشب یه اسکناس ست دادیم به پسرت حساب ما رو بکن و بقیه پول بده رفتم که مشستولا حسابمون رو برسه و بقیه پول بده در اومد که بقیه چی؟ شما هنوز 24 تومن بده کارین حسابتون 34 هم بوده ده تومن دادیم 24 تومن دیگه مونده ماتم برد هرچی خواستم حالیش کنم که 100 تومن دادیم زیر بار نرفت اومدم خونه و قضیه رو به بیبی بی گفتم خدا بیامرز تا این حرف رو شنید یه ها از کوله در رفت و گفت غلط کرده خودم پول دیدم 100 تومنی بود چادر شنداغ سرشو مثل تیر اومد دم, دم دکون مشهست بیبی بی جلوی دکون علم رو را انداخت که اون سرش ناپیدا پاش رو توی یه کفش کرده بود صد تومنی بوده قرمز بوده یه طرفش عکس شاه بوده و طرف دیگرش ساختمون قدیم و میگفت این حرفا چیه بیبی بی ده تومنی هم همون جوریه قرمزه عکس شاه داره و ساختمون قدیمی مونتا گوشش نوشته ده تومان صد تومنی خیلی بزرگتر از ده تومنیه عجب غلطی کردم که به شما نصیه دادم این مزده دستم مردمی که دور تا دور ما دو پشته جمع شده بودن میخندیدن و هر یک حرفی میزد مشهست شاید تو اشتباه میکنی تو دخلت نگاه کن از پسرت بپرس مشهست که از زور اوقات تلخی صورتش عین صورت خروس قرمز شده بود گفت الان یک ماه که چشم من به ستومنی نیفتاده سر تا تای فروش ما چی هست که مردم ستومنی به ما بدن اصلا تو این محل کی تومانی داره یکی میگفت بیبی من شستولا آدم درستیه شاید شما اشتباه بکنین این بیچاره بیبی دوید میون حرفش که من اشتباه نمی کنم دروغ نمیگم نماز میخونم پول حروم از گلون پایین نمیره اون که به من پول داده هر دفعه که میاد اینجا سه چهار تا ده میده حالا چطور شده یه دهتومنی داده خودم با چشمای خودم دیدم صد تومنی بود نو بود قرمز بود شاید پسرت مشسولا که کاردش میزدی خونش در نمیومد گفت پسر من هرگز از این کارا نمیکنه یکی میگفت مشسولا از تو این جور کارا بعیده تو میخوای تو محل کاسبی کنی مشسولا نشسته بود روی چارپای دکونش زانوها و دستاش میلرزید بیشتر مردم طرفدار ما بودن مشسولا تنها بود و مونده بود که چه کنه جوونکی بلند بالا در اومد که مشسولا اسکناسو داری که نشون بدی؟ من گفت نه خبر مرگم صبح زود بردم هندونه خریدم افت خانم که یهو میونه جمعیت پیدا شده و گفت از مجید بپرسین که چجور اسکناسی به پسر مشتی داده اون که سواد داره میفهمه بیبی بی, بی, بی سواد نداره و چشم و چارش هم خوب نمیبینه خلاصه پای منو کشید میونه مرکه گفتم فقط اینو میدونم که یک اسکناس قرمز و خوشگل و گنده داییم داد به بیبی بی. منم همونو دادم دست محمود پسر مشست الله حالا بیبی میگه صد تومنی بوده خب حتما بوده چون بیبی بی بی برای ده تومن اینقدر خوشحال نمیشد حتما صد تومن بوده که اونقدر خوشحال بوده نطقم که تموم شد جماعت زد زیر خنده حقیقتش هنوز اسکناس صد تومنی به چشم خودم نیده بودم بیبی بی هم آدم ای بود و نمیتونست اونو با ده تومنی فرق بگذاره شاید هم صد تومنی و میشناخ ولی چشم و چارش خوب نمیدید خدا عالم بود به هر حال جماعت از حرف من چیزی دستگیرش نشد یک نفر از اون پشت جمعیت گفت حالا بریم بگیم محمود بیاد ببینیم اون چی میگه من الله سرش رو روی دستش گذاشته بود و تو خودش مچاله شده بود حرف نمیزند خونه من الله پشت دکون بود کم کم اهل بیتش خبر شدن و از در پشتی دکون اومدن و رو به روی جماعت ایستادن یک اردو بچه قد و نیم قد و زن گنده مونده و اخموی مشست الله که جانب بابا رو گرفتن محله به هم ریخت و جار و جنجال و جیغ و ویغ بالا گرفت روز جمعه بود و هرچی آدم علکی خوش و بیکاره بود دورمون جمع شدن بالاخره سر کله محمودم پیدا شد با دوچرخه اومد و آقای عبداللهی رو کرد به اون که تو دیشب از مجید صد تومنی گرفتی یا ده تومانی؟ محمود که تازه وارد معرکه شده بود و فهمیده بود قضیه چه قراره گفت ده تومانی بود که هنوز حرف تو دهنش بود که مشست بلند شد و با مشت و لگد افتاد به جونش که چرا در نبودن من از اینا پول گرفتی؟ مردم محمود از زیر دست و پای پدر نجات دادن و قرار شد هر جور هست یه اسکناس ده تومنی و یه اسکناس صد تومنی فراهم کنن و بذارن جلوی من و بیبی تا بگیم کدوم یکی رو به پسر مش از دادیم پیدا کردن اسکناس صد تومنی تو اون محل مشکل بود ده تومنی میشد پیدا کرد اما صد تومانی نه سرانجام آقای عبداللهی بانی خیر شد و رفت پیش تاجر کلوفتی و ریشگر رو گذاشت و یه دونه اسکناس صد تومنی گرفت و آورد منو نشون میونه که و یه اسکناس ده تومنی رو گذاشتن طرف راستم و اسکناس صد تومنی طرف چپم و آقای عبداللهی به جماعت گفت کسی حرف نزنه مجید راستش رو میگه و بعد رو کرد به من که بگو بگو اون اسکناسی که به پسر مشه دادی مثل کدوم یکی از اینا بود؟ یه چشمم به ده تومنی بود و یه چشمم به صد تومنی ناخونامو می جویدم و به کلم زور می آوردم. صدا از جماعت در نمیومد. انگار پای معرکه درویش بودن و درویش داشت ورد میخوند و مار سیاه و گردن کلوفتی را از تو جعبه در میورد. حدود یک رو به ساعت نگاه کردن و وارسی کردن اسکناس ها طول کشید حوصله جماعت سر رفت که یالا بگو دیگه پس گردنم و خاروندم و منمن کردم و گفتم اسکناسی که من به پسر مشجید دادم نه مثل این بود نه مثل اون گوشه اون کمی تا خورده بود و از اینا نوتر بود کمتر دست به دست شده بود مثل اینا چرک نبود یه خورده از این بزرگتر و یه خورده از اون کوچیکتر بود مردم هر هر خندیدن بیبی بی که حال و حوصله ایستادن و گوش دادن به چرت و پرتا و هر هر خنده جماعت رو نداشت دست منو گرفت و گفت بریم بعد رو کرد به مشستولا و چند تا متلک آبدار حوالش کرد و با ناله و نفرین و گریه دستم کشید و برد خونه حالا تو خونه چقدر خودش زد و اشک ریخ بماند منم زانوهام و بغل گرفتم و گوشه ای کس کردم سر شب علی خمیرگیر اومد علی پسرم من بود و از اون روستایی های دروشیکل و نخراشیده بود که روزی صد من آرد خمیر میکرد آدم گردن کلفت و صاف و ساده و دل رحمی بود وقتی شنیده بود که چه بلایی سر ما اومده اوقاتش تلخ شده بود اومده بود که انتقام ما رو از مشست الله بگیره هر وقت پای زور و گردن کلفتی پیش می اومد علی رو می آوردیم و طرف حسابی ماست رو کیسه میکرد به هر حال علی چماق کلفت و بلندی و برداشت و به بیبی بی گفت الان میرم صد تومنی رو از تو حلقه مشتی میکشم بیرون هرچی بیبی التماسش کرد فایده نداشت را افتاد طرف خونه مشست الله بیبی دلواپس شد و به من گفت تو هم تا خون را نیفته جلو جلو دویدم و به مشست الله خبر دادم که علی داره میاد مش الله تا اسم علی شنید فوری دکونش رو تخته کرد و قیب شد و تا دو روز دم دکونش آفتابی نشد زنش مشتریا رو را مینداخت بعد هم که دم دکونش اومد کاسبیش پاک کسات شد تو محل چو افتاده بود که مش الله سر بیبی بی کلا گذاشته منم بیکار ننشستم روی دو صفحه کاغذ بزرگ امتحانی شرح ماجرا رو خیلی خوشخط نوشتم و شبونه به در و دیوار محل و جمله دم دکان مشتی چسبوندم حسابی سکه یه پول شد و مردم توف و لعنتش میکردن چند روز بعد مشست با زن و بچهاش اومد پیش ما تا قضیه رو کش ندیم و از خر شیطون پیاده شیم که بیبی بی گفت من از حق خودم و این بچه سقیر نمیگذرم روز قیامتم اون دنیا سر پل سرات یقت رو میگیرم اونام که دیدن اصرار بیفایده است راهشون رو کشیدن و رفتن کم کم آمیس کمال شوهر خواهرم و چند نفر دیگه میانجی شدن و قرار شد که به دایی تلگراف بزنیم و ازش بپرسیم اون اسکناس صد تومنی بوده یا ده تومنی نوشتن تلگراف افتاد گردن من منم یه شبانه روز نشستم و تلگراف مفصلی حدود سی صفحه برای دایی نوشتم و درون از وضع و حال خودمون و اومدنش به ولایت و اوضاع دیوار اتاق و داستان زندگی مشست الله و اینکه تازگی دوچرخه نوعی برای پسرش خریده و خیال داره زمین پشت خونهشونم بخره و جهیزی سنگینی برای دختر بزرگش تدارک دیده و متلک هایی که پس از پنج سال خرید و رفت و اومد و سلام علیک بارمون کرده و همچنین جریان مو موی اسکناس ست رو نوشتم و جا به شعرهایی از سعدی و مولانا و فردوسی که توی کتاب ادبیاتمون بود چاشنی مطلب کردم و دست آخر ازش پرسیدم که آیا اون اسکناس قرمزی که تو گاراژ لوله کردید و به دست بیبی بی دادید صد تومانی بوده یا ده تومانی فوری اطلاع دهید و بعد رفتم سر سلام و دعا و اینکه چه کسانی حاضرند و سلام و دعا میرسانند و چه کسانی را سلام و دعا برسانید و نور چشممان عزیزمان حسین و اکبر و لیلا و زهرا رو دیده بوس نمایید و تلگرام تمام شد از غذای روزگار آقای بخشی که آشنامون بود تو تلگراف خونه کار میکرد تلگراف رو زدم زیر بغلم و رفتم سراغش که این رو برای دایین بزن هر چی پولش بشه حرفی نیست آقای بخشی تلگراف رو گرفت و حدود سه ساعت اونو مطالعه کرد و لبخند زد و وقت اداریش به راحتی و خوشی گذشت و گفت مجید تلگراف رو کم می نویسن مگه می کتاب بنویسی میدونی پولش چقدر میشه؟ و بعد خودش متن تلگرافی رو نوشت که هم کوتاه نویسی یاد بگیرم و هم نشون بیبی بی, بی بدم روز بعد بیارم تا ترتیبش رو بده فقط نوشته بود دایی جان پول مرحمتی صد تومانی بوده یا ده تومانی تلگرافیت تلگرام رو اووردم پیش بیبی بی. براش خوندم سگلمه رو کشید تو هم گفت اولا پول رو دایید خودش داده نه مرحمتی بعد از اون نه سلامی نه علیکی نه نوشه بچه ها رو دیده بوس نمایید خلاصه راضی نشد و وقتی فهمید که پول تلگراف سر به فلک میزنه اصلا قیدش رو زد و گفت کاغذ بنویس کاغذی با آب و تاب ولی نه به اندازه تلگراف نوشتم و برای دایی پست کردم وضع مادی پاک ناجور بود تا آخر ماه دست به اصها رفتیم و هرچه خورد و خوراک داشتیم اوسا برسون کردیم و انتظار کشیدیم تا کاغذ دایی اومد سی تومن هم توی پاکت بود دایی بعد از حال و احوال پرسی نوشته بود من از روی شما بسیار بسیار شرمندم آنجا برای بچه ها و مادرشان خریدهایی کردم و پولم ته کشیده بود بیشتر از همان ده تومان نداشتم و آن اسکناس ده تومانی بود و شما باید از مش از الله بنمایید باری برای خالی نبودن عریزه سی تومان فرستادم انشاالله به زودی زود همین که پولی به دست آوردم برایتان ارسال می کنم و کاغذ رو که می بیبی بی لبهاشو گاز میگرفت و قایم میزد پشت دستش و لبهای لاغر و بی رو می کند و میگفت چه بد شد حالا چه جوری از مش از دولا بخوام که ما رو حلال کنه منو بگو مثل روز برام روشن بود که صد تومنی بود وگرنه پیله نمی کردم خدا از سر تقسینم بگذره به هر حال سی تومن رو برداشتیم و رفتیم سراغ مشست الله مرد خوشحال شد که بالاخره رو سفید از آب در اومده حالا چقدر لب و لوچه زنش رو جمع کردیم و به گوشمون لغز خوند و متلک بارمون کرد بماند جنگولک بازی در آورد که خدا نصیب گرگ بیابون نکنه اما خود مشست الله کتا کینه شطوری نداشت بعد از چند روز که چپ و راست وقت و بی وقت به سلام کردم بالاخره نرم شد و جوابم رو داد لبخند با روی لبهای چروکیده و داغمه بستش نشست و باز نسیه خوری برقرار شد